چشمانداز تیر و تار و شرایط انفجاری اقتصادی و اجتماعی و ابراز وحشت از آثار و عواقب این وضعیت ورد زبان مهرها و رسانه‌های رژیمه، بدون اینکه هیچ کدوم بتونن حرف روشن و مشخصی درباره اینکه چه باید کرد و چه میتوان کرد ارائه بکنن. گزیده ای از انبوه اظهار نظرها و مطالب در این باره از نظرتون میگذره. نیک میدانید که نظام مقدس جمهوری اسلامی به کشور عزیزمان ایران در شرایط بسیار حساسی از تاریخ قرار گرفته است که از یک سو دشمنان خارجی و استکبار جهانی به هزاران شیوه نظام و مردم ما را تحت فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دادند و از سوی دیگر در داخل کشور نیز چالش‌های زیست محیطی، بیکاری و عدم اشتغال مناسب جوانان و دانش آموختگان، فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین فسادهای گسترده اداری سیاسی بر شانه‌های مردم عزیز ما بسیار سنگینی می‌کند. بر همگان واضح است که در حوزه اقتصاد که ارتباط مستقیم با سفره‌های مردم دارد، همکنون با چالش‌های بزرگ و موج‌های پرتلاطمی مواجه هستیم. هرچند تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشورمون را تحت شعاع قرار داده است، اما باید تأکید کنم که سوء مدیریت، اختلاس‌ها و فسادهای کلان اقتصادی در سطوح مختلف، عدم توجه کافی به کیفیت کالاهای تولید داخل، قاچاق کالا و ارز، فقدان امنیت و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری، توسعه بخش خصوصی، بروکراسی زائد اداری و بهره‌های بالای وام‌های بانکی در داخل کشور نیز اثرات ویرانگر بر همه جنبه‌های اقتصاد کشور گذاشته است. روزنامه حکومتی جهان صنعت، 10 خرداد. باید گفت که سیاست‌های نادرست مسئولان و تیم اقتصادی دولت است که تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و بار فشارها را بر مردم بالا می‌برد و شرایط را بحرانی‌تر می‌سازد. پس بهتر است که پیش از مردم، خود دولت مردان خودشان را برای شرایط پیش رو آماده کنند و از شدت گرفتن و غیرقابل کنترل شدن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند. چرا که اگر مسئولان چاره‌اندیشی نکنند، فشارها بر مردم شدت می‌گیرد و مردم هم این فشارها را با نارضایتیشان از مسئولان ابراز خواهند کرد. در میان البته تک و توکی هم هستن که تلاش می‌کنن نشون بدن که خطر سرنگونی و براندازی خیلی هم جدی و فوری نیست و خیلی هم نباید از اپوزیسیون برانداز وحشت داشت. چرا که هنوز اصلاح طلبان کارایی خودشون رو تماماً از دست ندادن و میتونن رژیم رو نجات بدن. البته در برابر اونها انبوهی نه فقط در باند رقیب بلکه حتی در میان خود باند اصلاح طلبان وجود دارند که فاتحه بازی اصلاح طلب اصولگرا خوانده شده و مردم دیگه مهر باطل بر این جریان زدن. از هر یک از این دو گفتمان یک نمونه رو ببینیم و بشنویم. عباس عبدی از باند اصلاح طلب، 10 خرداد. جریان اصلاحات نباید خیلی کاری به کار این اپوزیسیون برانداز داشته باشد. آنها در شرایط کنونی خیلی اهمیتی ندارند. اپوزیسیون برانداز به این دلیل حمله به اصلاح طلبان به ویژه در توییتر را در دستور کار خود قرار دادند که تصور می‌کنند اصلاح طلبان می‌توانند در مردم امید به اصلاحات و بهبود را زنده نگه دارند. بهترین راهی که اپوزیسیون خارج از کشور پیش پای خود می‌بیند این است که این امید را از بین ببرد و با از بین رفتن امید تمام نیروها متوجه براندازان خواهند شد. دلیل دیگر این است که آنها از کل سیستم عبور کردند و امکان بقایی برای آن تصور نمی کنند. فکر می کنند به دلیل فشار خارجی یا انواع دیگر فشارها می توانند به هدفشان برسند. تنها مانع پیش روی خود را بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان می بینند که با وجود نقدهای جدی به نظام اما موافق این نوع رفتارهای براندازان نیستند. در مجموع فکر نمی کنم که در این هدف خیلی موفق شوم.
مگر اینکه اصلاح طلبان نتوانند جایگاهی که برای خودشان تعریف کردند به صورت درستی باز تولید کرده و پیش ببرند. شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا نیست به خودی خود خیلی مهم نیست، بلکه فراگیری و پذیرش آن در جامعه باید بررسی شود. این شعار کاملا سلبی است. اصلاح طلبان نباید خود را خیلی در بند این شعارها بکنند. صادق زیبا کلام از باند اصلاح طلب 8 خرداد. اپوزیسیون برانداز در یک عبارت قابل تعریف هستند. کسانی که چه در داخل کشور چه در خارج از کشور معتقد هستند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است و هیچ امید و شانسی نیست برای اینکه بتوان این نظام را از درون تغییر داد و تحولی در آن به وجود آورد. از دید آنها روز به روز شرایط بدتر می شود و آنها معتقد هستند که به جز براندازی آن نظام و جایگزین کردن با یک نظام دموکراتیک و نظامی ملی و مردمی چاره دیگری نداریم. این تفکر که در سالهای اخیر خیلی تفکر گسترده‌ای شده و معتقد است که شرکت در انتخابات بیفایده است و به نوعی همه اینها اتلاف وقت و تداوم وضعیت نامطلوب فعلی است. دوستان عزیز، میرسیم به پایان برنامه امروز. با سپاس از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید و با این امید که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا برنامه فردا همتون رو به خدا میسپاریم. شاد و سربلند باشید.